چطوری؟ سلام بچه ها. خوبی بچه ها؟ خوبی بچه ها؟ چی کنید؟ خوبی خوشید؟ بچه ها یکی از شماها که همیشه هم همراه ماست، همیشه ما رو حمایت میکنه، کامنت میذاره، از ما درخواست کرده بود دوباره که راجع به خونه صحبت بکنیم. این دفعه در مورد اینکه چطوری خونه اجاره کنیم. بله، در آلمان. ما حالا ما شهرهای دیگه رو خیلی اطلاع نداریم، ولی در مورد برلین دیگه هر چی می‌دونستیم خواهیم الان ارائه بدیم. یافته‌هامون در مورد برلینه و اینکه هم چجوری پیدا کنی و حالا چه شرایطی داره، اینجا یه خورده توضیح میدیم راجع به شرایط. ممکنه، یعنی ممکن که نه، خیلی بیشتر از این چیزایی که امروز میگیم بیشتر هست و پیچیده‌تر. حالا شاید تو باز ویدیو درست کنیم تو این زمینه، چون واقعا اینجا اصلا خونه گرفتن یه مصیبتیه، داستان داره. جنگ هفت خان رستم باید. آره، خیلی هم مسئله مهمیه. همش هم که در حال گرون شدن بوده تا الان، همش هم داره گرون میشه. مخصوصا برلین خیلی گرون شد تو این چند سال اخیر، اصلا یه دو سه برابر شده جارو و دولت هم متاسفانه هیچ کاری از دستش بر نمیاد انجام بده. بریم سراغ ویدیو امروز. بله، ویدیو امروز. آقا اصلا اول تو میخوای خونه رو پیدا کنی؟ میخوام خونه اجاره کنم. چیکار کنم؟ کجا برم؟ چیکار کنم؟ آره. سه تا روش هست. بله. یکی وبسایت ها، یه سری وبسایت ها داره. یا یعنی اینکه حضوری بری پیش ایموبیلیان مکلا. آره، مشاوره املاک. مشاوره املاک، آره. البته خود این مشاوره املاک دو بخشه، یکی حضوری میری مشاوره املاک هایی که مغازه دارن و اینا، یه سری باید پیدا کنی یه مشاوره املاکی مثلا 4 5 6 7 8 10 هزار یورو حتی. آره، پول بهش میدی. آره، بعد همون اون آقای مشاوره املاک یک هفته نشده بهترین باقلوا ترین خونه با کمترین اجاره رو برات پیدا میذاره تو جیبت. یک عمر بشین دیگه تکون نخور. یعنی مثلا شما 6000 تا میدی یه دونه از همین مشاور املاکا، که البته بری تو مغازه پیدا نمی‌کنی همچین کسی. آره، این باید بیشتر مثلا غیر قانونیه. آره، این بیشتر از طریق دوست و آشنا پیدا میشه. ما خودمون تا حالا نکردیم، هیچ اطلاعی هم نداریم. خیلی دیدیم کردن، ولی آره خیلی کردن، ولی من کسی رو نمی‌شناسم بیام بگم برید پیش فلانی یا این کرده. آشنا نداریم. آره، از من نه دنبال آدرس بگردیم بگیریم. آره، ولی آره 6000 تا میری بهش بهترین خونه، آقا مثلا سه اتاقه دو هرچی با اینقدر اجاره من میخوام، بهش میدی اونم میاد پیدا میکنه. از زیر سنگ هم باشه برات پیدا میکنه. آره، حالا گزینه های دیگه هم هست. گزینه سوم هم که ای بی، کلاین سایگو، فیسبوکه، که من اصلا اونا رو پیشنهاد نمی کنیم. یه خورده به قول ایرانی هم منشوری هست. کله برداری توش زیاده. اون ای بی کلاین سایگو و فیسبوک سرکاری، کله برداری اینا توش خیلی زیاده. باطن من ترجیح هم اینه که اصلا به اون بخش و اینجوری بزنم کنار کلا. آره، بزنه کنار. ولی بخش اول وبسایت. بخش اول وبسایت ها، دو تا وبسایت خیلی مهم و اساسی هستن که یکیشون همه جور خونه هایی توشون هست. منظورم از همه جور خونه اینه که یه سری خونه ها، چون که برلین، یا اینکه خونه از شرکت باید بگیری یا اینکه باید از شخص بگیری. این وبسایت هر دو مدل خونه رو داره، همه جوره داره، که اسمش هم اسکات فیونس منسش. آره، اسمش هم بنویسین لطفا. اینجا میبینید الان یک نمونه. اونجا یا اینجا؟ من گفتم اینجا. نه، اسکرین شات گرفتم. آره، که این همه جور خونه ای داره. من مورد دوم سایت دیگه یه که مخصوص خونه های شرکتیه، که اونم یه عالمه شرکت های مختلف هستن تو برلین، که حالا یا اینجا یا اینجا یا عالمه نیستن. فکرم پنج تان یه اگزوسه، پنج تا شرکت دولتی هست تو برلین. آره، که اینا رو داره اختصاصی و خونه هایی که برای اجاره گذاشتن و امکاناتشون رو همه اینا رو بازی داده. اسماش اینجاست، خیلی اسمای زیادی داره. دگبو، گززو، ززو، گوززو، اسما عجیب غریب. آره، داره گوزباو، گزوباو، گبوباگ. ما خونه همونه مثلا از گبوباگ گرفت. مال ما گبوباگ هوبوگه جوپانی هن و آخری آلمانیه. بوکسون کو کونتونتی معلوم نیست. اسم شرکت هن، شرکت هن که خونه اجاره میدن. و به نظر ما، تجربه ما اینه که خونه های شرکتی بهترن. ما بعد دوستامون نسیم و شیرین هم که گرفتن که خیلی راضی هستن. اونا قبلا با شخص بودن، الان
اومدن شرکتی و بسیار راضی ترن. چون که میدونیم با شخص که باشی خب زیاد امکانات خاصی معمولا شخص ارائه نمیده، ولی این شرکت ها مثلا برای تعمیرات خونه یا یه مشکلی برای خونه پیش بیاد و اینا اصلا کلن امکانات نه، کلن با هیچی کار نداری. آقا باغبون میخواد بیاد نمیدونم همه اینا رو خودشون انجام میدن. حالا تو خیلی مشخصه، همه چیز واضح توی قرارداد ذکر شده، همه چی معلومه دیگه، بهونه ای نیست. صابخونه نمیاد بگه بچم زنگ گرفته میخواد بیاد اینجا بشینه، اصلا هیچی. تو اونجا خونه بگیری تا آخر عمرت نشستی، مگه اینکه خودت مشکل داشته باشی برن شکایت تو بکنی. آره، مگه اینکه گند بالا بیاری. ولی خودش جز آرامشای زندگی در آلمانه. الان ما همین جایی که خونه هستیم داشته باشی دیگه داره. و ها یه خوبی هم دارن که خونه های شرکت های دولتی، حالا نمیدونم دولتی نیمه دولتی هم فکر کنم، اینه که اجاره بالا نمیره، خیلی کم، خیلی مویرگی. ما الان اجاره ای که داریم میدیم با 8 سال پیش که این خونه رو گرفتیم شاید فرق شده 20 یورو. بخشید یه لحظه. اجاره خونه زیاد نمیشه. آره، و این کم همین دیگه. نه، یه امکاناتی هم داره این خونه شرکتی ها، یه قسمت داره به نام ونون تاوش. آها، میتونی اگر مثلا خواستی خونه بزرگتری بگیری یا خونه تو عوض کنی خونه کوچیکتری بگیری، میتونی همینجا بری مثلا تو این قسمت ثبت نام بکنی و خونه تو عوض کنی با یه نفر که مثلا شرایط مشابه تو رو شراب شیراز داره، شرایط مشابه خونه تو رو میخواد. از خیر نکن خونه تو عوض کنی. آها، و در مورد خونه چی، حیوان خونگی، مورد بعدی اینه که نکته بعدی اینه که حتما باید اینو در نظر داشته باشی اگه حیوان خونگی داری، مخصوصا سگ. گربه که کلا اوکیه، کسی کاری به گربه نداره. اصلا خودش مشکل نداره، فقط ایرادای منه. من سر و تا سر مشکلم، من ادعایی ندارم. من نمیگم 80 درصد زدم. بابا خب زدم. با اینکه من 90 درصد زدم. بله. مدرک میارم نشون میدم. نه باید بیاره بچه ها. ببین باید میارم میارم نشون میدم رو میکنم اینجا. بیا نشون بدیم چیه؟ برنامه خودمون بخواین ازش بچه ها، بیاین برش بریسیم. پا خطا هستم در درگاه، من هم هستم ولی 80 درصد. تموم شد؟ خیلی تأثیر بذار. حیوان خونگی کلن توی آلمان زیاده، اکثران هم دارن، مثلا همین سگو، ولی خیلی هم خونه ها سخت میگیرن، اجازه نمیدن. آره اصلا آره. همون توی قرارداد ذکر شده مثلا شما اجازه ندارین سگ داشته باشین، فلان حیوان اجازه ندارین داشته باشین. اینو خیلی حواستون باشه با گربه کلن. ولی کار همونایی هم که سخت میگیرن گربه بیاری اوکیه. حالا اونو سگو واقعا گیرم، ولی کلا تو قرارداد اومده در مورد حیوان خونگی. آره، بعد این که شما شانستون، حالا مثلا اینه که من چقدر شانس دارم که این خونه رو بگیرم، یه فرمولی هست براش، اجاره سرد ضرب در 3. خب اگر این میشه سطح درآمد شما، پس شما شانس بالایی دارین تو گرفتن خونه. اصلا خونه رو نمیدن اگه مثلا درآمد کم باشه. مثلا بگی من 1300 یورو درم میارم یه خونه میخوام 1000 یورویی، بهت نمیدن. حالا نمیدونم قانونش منطقی هم نیست. خب چجور 1300 تا 1000 تا شو میخوای بدی خونه؟ آره نمیدن. آره. مثلا این کارو نمیدن. مثلا یه خونه ای که 500 تا اجاره سردش میشه 1500 تا، یعنی شما باید حقوق خالص تا، نه حقوقی که اونجا نوشته، نه حقوق خالص دریافتی، چون اون بروتو نتو اینا هم فرق میکنه. نتو میشه اون خالص دریافت حقوق چکیده بعد مالیات و کسر و مالیات و اینا. 1500 تا باشه شانس گرفتن اون خونه که مای 500 تا رو داری، ولی خونه مای 500 تا وجود نداره. زمان ما بود همچین خونه وجود خارجی نمیگه که خیلی بری بیرون از مرکز شهر، اون وقت شانس داری. به خاطر همین اکثرا اینجا هم زنه کار میکنه هم مرده کار میکنه که دیگه خرج مخارج و همه چی در بیاد، و بهترم خونه پیدا میکنن کسایی که دو نفر کار. آره، حالا گفتم اجاره سرد، این خونه اینجا شامل دو بخشه اجارهشون، سرد گرم. سرد میشه اجاره خود خونه. آره، گرم چیه؟ گرم میشه شارژ خونه. بله معلومه که بلدم، همون شارژ بچه ها، پوله نمیدونم آشغالا رو که میان میبرن، آشغالیه که میاد
ماشین آشغالی که میاد آشغالا رو میبره، نمیدونم داخل ساختمون رو تمیز میکنن، اگه تعمیر چیزی بخواد، پول آب، پول برق و اینا نیست. برق مشاهد داریم، آها برق مشاهد داریم، آره. راه رو این چیزایی که آسانسور اگه باشه با بقیه، آره با کلن با بقیه، آره. همسایه‌ها یکیه، این میشه که خیلی هم بالایه. به طور مثال خیلی زیاده، خیلی. اون خونه ای که بهتون گفتم سردش 500 تاه، حداقل 300 تا اجاره گرم هم داره، یعنی میشه یه خونه 500 تایی 800-900 تا. آره 300 البته کم گفتم، معمولا 300-400 تا هست دیگه در اون خونه 500 کالت. آره حالا در مورد وارم هم 400 میشه 900 تا اجاره. و اینکه در مورد پول پیش بخوایم بگیم، پول پیش خونه، اینجا اسمش کاوسیونه و اینکه 3 برابر اجاره سر کالت. آره آره 3 برابر کالت. از اگه همون 500ه شما به عنوان رهن فقط 1500 تا میدی، کلا قانون اینه، نه کمتر نه بیشتر. اینجوری نیم مثلا ایران یارو میگفت مثلا 100 میلیون رهن کامل، همچین چیزی اینجا نیست. آره رهن آره. کامل رهن کامل که اصلا نیست، رهن و اجاره، رهنم از این حد بیشتر نیست، یکی نمیتونه بیاد بیشتر بگیره از شما. آره. و حتی برای گرفتن خود خونه اینم بگم که یه چیز دیگه میدی به عنوان هزینه املاکی، حالا مثلا توی ایران اینجا بهش میگم پروویزیون. پروویزیون اینجا برای کسی که میخواد اجاره کنه فریه قانونن. یه جاهایی هستن که بگیرن ها، میتونید شما انکار کنید ندید، یا اینکه کلا نرید اونجا، چون اکثر جاها اینجوریه که برای مستاجر پروویزیون فقایه، برای کسی که خونش رو میخواد اجاره بده اون باید اون باید بده حق املاک و اینا رو. آره صاحبانی قانونن اینجوریه، ولی جاهایی هم هستن که از هر دو طرف میگیرن. حواستون باشه بالاخره. آره و تو خرید و فروش باز اینا ولی فرق داره، تو خرید و فروش فکر میکنم 2 نفر باید بدن. حالا بعضی جاها هستن که باز گفتم برای خریدار فریه، ولی میتونن بگیرن اگه بخوام، ولی تو اجاره نه. بچه در مورد خونه و مثلا اینکه چه خونه های آلمان چه مزایایی دارن چه معایبی دارن، 2 تا ویدیو ساختیم. آره قبلا هم یه چیزایی صحبت کردیم اینجا، قرار میدم حتما بهش دقت کنی. مرسی که نگاه کردیم بچه ها، دو تا ویدیو رفتیم مغزم زیاد بود. سیماش فهم مرسی که این کامنت میذاریم، ممنونیم. به این کامنتاتون رو همه رو میخونیم. درود. مرسی دیگر. ممنونیم. متشکرم. تا برنامه دیگر. درود. 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 درود.